بله همی گفت، گفت و مژگان پر از آب زرد. آقای گیو داشت برای رستم حرف میزد. همی گفت و مژگان پر از آب زرد، همی برکشید از جگر باد سرد. وزان پس که نامه به رستم بداد، همه کار گرگین بر او کرد یاد. شروع کرد یه مش لعنت بر گرگینم کردن. از او نامه بستد دو دیده پراب، همه دل پر از کین افراسیاب. آقای رستم پس از بهر بیژن خروشید زار، فرو ریخت از دیده خون بر کنار. به گیوانگهی گفت من دیش از این، که رستم نگرداند از رخش زین، مگر دست بیژن گرفته به دست، همه بند و زندان او کرده پست. به نیروی یزدان و فرمان شاه، ز توران بگردانم آن تاج و گاه. از آنجا به ایوان رستم شدند، به رهبر همه رای رفتن زدند. چون این چنان نامه شاه رستم بخواند، ز گفتار خسرو به خیره بماند. ز بس آفرین جهاندار شاه، شد و زد. به خاطر که میگن خب نه، حالا من برداشتم دیگه، میگم شد و زد، شما میگن قافیه نیست. اینجا اشتباهه. از آنجا به ایوان رستم شدند، اگر زدند بود درست بود. نه زدند، اگر زدند بود درست بود، یا اگر شدند بود درست بود. شما منظورتون اینه؟ اگر شدند و از آنجا به ایوان رستم شدند، به رهبر همه رای رفتن زدند، منظورتون اینه؟ اگر اینجوری بود درست. بله خب، حالا دیگه سختگیریه که فردوسی نداره. بله، چنان نامه شاه رستم بخواند، ز گفتار خسرو به خیره بماند. ز بس آفرین جهاندار شاه، در آن نامه بر پهلوان سپاه. به گیوانگهی گفت بشناختم، به فرمان او راه را ساختم. از بس که شاه تعریف کرده بود از رستم، رستم شرمنده شد. ز بس آفرین جهاندار شاه، در آن نامه بر پهلوان سپاه. از بسیاری آفرین جهاندار شاه، این چون نامه شاه رستم بخواند، ز گفتار خسرو به خیره بماند. به خیره بماند یعنی شرمنده شد. و ز بس از بسیاری آفرین جهاندار شاه، در آن نامه بر پهلوان سپاه. به گیو آنگهی گفت بشناختم. این بشناختم، وقتی که تو ترجمه بنداری، ترجمه عربی شاهنامه نگاه میکنیم، نوشته قد وقفت علی الحال. این بشناختم رو اینجوری معنی کرده، و خب آدم میفهمه یعنی آگاه شدم. به گیو، یعنی از رو ترجمه بهتر از متن آدم میفهمه. به گیو آنگهی گفت بشناختم، یعنی فهمیدم، آگاه شدم. به فرمان او راه را ساختم. وگرنه بشناختم اگر همینجوری که ما امروز میگیم معنیش بکنیم، آدم گیج میشه که یعنی چی. بدانستم این رنج و کردار تو، کشیدن به هر کار تیمار تو. چه مایه تو را نزد ما دستگاه، به هر کینگاه اندرون کین خواه. چه کین سیاوش چه مازندران، کمر بسته در پیش جنگاوران. بدین آمدن رنج برداشتی، چون این راه دشخار بگذاشتی. به دیدار تو سخت شادان شدم، ولی کنز بیژن غریبان شدم. میگه کاش که تو شرایط بهتری میومدی اینجا. نبایستمی کین چون این سوگوار، تو را دیدمی خسته روزگار. این تعارفی هست که دیدن ما خودمونم وقتی که میریم به مجلس ترحیم اغلب میکنیم، انشاءالله حالا به شادی هم دیگر ببینیم. من از بهر این نامه شاه را، به فرمان به سر بسپرم راه را. من با کله میام، مثلا تردیدی نیست. ز بهر تو را خود جگر خستم، بدین کار بیژن کمر بستم. حالا اگه فرمان شاه هم نبود، من به خاطر خود تو هم میومدم. بکوشم بدین کار اگر جان من، ز تن بگسلد پاکی از دان من. من از بهر بیژن ندارم به رنج، فدی کردن جان و مردان و گنج. و فدی ممال فداء عربی هست.
فدا کردن یعنی قربانی کردن و وصل کردن، در فارسی میشه فدی. من از بحر بیژن ندارم به رنج، فدی کردن جان و مردان و گنج. به نیروی یزدان ببندم کمر، به بخت شهنشاه پیروزگر. بیارمش از آن بند و تاریک چاه، نشانمش با شاه در پیشگاه. سه روزن در این خان ما شاد باش، می و نوشه پیش آرو آزاد باش. نوشه یعنی شیرینی و می و نوشه بیشتر به معنی مثلا مزه شیرینی که با شراب میخوردن. وقتی میگه نقل و نبید، نقل و نبید هم باز نقل به معنی مزهی که با نبید میخوردن، ولی بیشتر به نظر میرسه نقل و نبید مزه های غیر شیرین هم هست. به تعبیری که امروزی ها دیدن مثلا کالباس میخورن با عرق، این نقل و نبید از او جنسه. ولی می و نوشه یعنی شیرینی و می خورنه. پیشا رو آزاد باش جونم. دوره یه دلیل و شاوندیه هست می اومدم. حال دیگر رو پرسیدم برداشت. بله، و گفت که من از بحر بیژن دلم خونه و خیلی بله 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 اینم هست. بله بله بانو گشست. بله بانو گشست با گی و اصلا اونجا منعکس نیست. نه هست. بله که این خانه زان خانه بخشیده نیست، مرا با تو گنج و تن و جان یکیست. باز همینم سعید جان دلالت میکنه بر همین که این خانه زان خانه بخشیده نیست. یعنی این خانه یعنی خانه من، زان خانه یعنی خانه تو، بخشیده یعنی علاهده مجزا. میگه که خونه من با خونه تو فرقی نداره، چه خونه تو چه خونه من، که این خانه زان خانه بخشیده نیست. ببینم بخشیده یعنی قسمت شده، خود کلمه بخشیده یعنی قسمت شده، تقسیم شده، مقسوم. اینا رو دارم از لغتنامه میخونم براتون. مجزا، مفروض، جدا شده، علاهده. مرا با شما گنج بخشیده نیست، یعنی هر چی داریم همه مال همه. اینجوری نیست سهم من جدا باشه سهم شده تو شما جدا. گنج بخشیده یعنی مال جداگانه. تن و دوده و پادشاهی یکیست، مال خود فردوسی. سه روز اندر این خانه من شاد باش، همین مورد باز لغتنامه مثال زده که این الان خوندیم. و یکی دیگه، ز کسرا مرا گنج بخشیده نیست، تن و لشکر و پادشاهی یکی. من پولی جداگانه از پول کسرا، مال کسرا مال منه، مال من مال کسراست، فرقی نمیکنه. از این خانه که این خانه زان خانه بخشیده نیست، مرا با تو گنج و تن و جان یکیست. سه روز اندر این خانه باشیم شاد، ز گردان و از شاه گیریم یاد. چهارم سوی شهر ایران شویم، به فرمان شاه دل ایران شویم. چو رستم چنین گفت بر جست گیو، ببوسید دست و بر و پای نیو. بر او آفرین کرد که ای نامور، به نیروی و مردی و بخت و هنر. بماناد بر تو چنین جاودان، دل و زور و زور پیل و هوش موبدان. این شعور موبدانه ای که تو داری و این دل قدرتمند و زور فراوانی که مثل فیل در وجود توست، این همیشه بمان. زهر نیکی بهره بر بادیا، چنان که از دلم زنگ بزدادیا. ما امروزه میگیم بزدائیا، یا حالا بزدادن به معنی بزدودن، در واقع شکل دیگری از بزدودنه، در واقع بزدودیا. ولی حالا بزدودیا با بادیا قافیه نمیشده، این شکل از کلمه آمده. چنان که از دلم زنگ بزدادیا، چون رستم دل گیف پدرام دید. وزان بد به نیکی سرانجام دید، به سالار خان گفت پیشار خان. چون رستم دل گیف پدرام دید. ببینید درست داره پدرام رو اینجا فردوسی در عکس معنی انگار به کار میبره. چون ببینید رام یعنی آرام و ساکن، پد یعنی زد، مثلا پدافند، مثلا پدرام یعنی
پرآشوب، توسن، اصلا اسب پدرام، یعنی اسبی که نمیذاره شما سوارش بشید. پاده، بله بله پاده. و بعد حالا پدرام یعنی سرکش، یه معنی دیگری از پدرام یعنی شاد. خب مثلا منوچهری میگه گل بخندید و باغ شد پدرام، گل بخندید و باغ شاد شد، باد پر از شادی و شکوه شد. اتفاقا این حالت خروشیدن و توسنی با شادی نسبت داره. ما کودکان رو که مثلا قدیما میخواستن بگن جلو بزرگترها مؤدب باشن، کودکا وقتی مثلا شاد بودن شلوغ بازی در میوردن، میگفتن که مثلا ساکت باشید جلوی، یعنی شادی کودکانه همراه هست با جوش و خروش و بالا پایین پریدن و شلوغ بازی در، یعنی شلوغ بازی با شادی نسبت داره. بخاطر همین پدرام معنیش یعنی شاد. حالا اینجا فردوسی ظاهرا به معنی آرام گرفته بهش نگاه کنه، میگه چون رستم دل گیف پدرام دید، یعنی انگار که شادی برای گیف در اون لحظه مساوی با این که خیالم راحت شد، اوکی تو میای، حالا دیگه قرار بیای بیژن نجات بدی. پدرام دید وزان بد به نیکی سر انجام دید، احساس کرد که آخرش بچهش نجات پیدا میکنه. به سالار خان گفت پیشار خان، بزرگان و فرزانگان را بخوان. شاید هم واقعا پدرام رو به معنی واقعا پرآشوب داره و به معنی توسن به کار میبره، یعنی وقتی که رستم احساس کرد دل گیف بیقراره، وزان بد به نیکی سرانجام دید و احساس کرد که نه این ماجرام هم تش خیلی خطرناک نیست، من میتونم برم بیژن رو نجات بدم، اینجوری هم میشه دیدش در واقع. به سالار خان گفت پیشار خان، بزرگان و فرزانگان را بخوان. به زواره فرامرز و دستان و گیف، نشستند بر خان سالار نیو، همه نشستند بر سفره رستم، یعنی زواره برادر رستم، فرامرز پسر رستم، دستان پدر رستم و گیف حالا یعنی داماد رستم شوهر دخترش. نوازنده رود با میگسار، بیامد به ایوان گوهرنگار، همه دست لعل از می لعل فام، غریونده چنگ و خروشنده جام. دست ها رنگین شده بود، یعنی این چیزی که حافظ میگه که عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، این که شما وقتی می رو به دست میگیرید رنگ می میفته روی پوست انسان، عکس انسان میفته توی اون، صورت انسان قرمز میشه. یه چیزی هست حافظ میگه در مورد سرخ شدن صورت در اثر خوردن شراب، میگه بیت سختی هم هست، چون بیت سختی هم هست من یادم نمیاد الان، که در واقع میگه که نه در مورد شقایقه، در مورد شقایقه میگه سبو هم توش داره، سب کنیم میگه که شقایق از روز اول چیز بوده، حرفش اینه که ای گل تو دوش داغ شقایق کشید، ای گل تو دوش داغ چی؟ سبوهی کشیده ایم، داغ سبوهی کشیده ایم، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ای گل تو دوش داغ سبوهی کشیده، یعنی چی؟ داغ سبوهی کشیده یعنی چی؟ یعنی صورتت قرمز شده. هیچ معنی غیر از این نمیتونه بده. ای گل یعنی ای دختر زیبا، ای معشوق زیبا، ای پسر زیبا، هرچی، تو دوش دارم پری روز اولین باری بود عرق خوردی، اولین باری بود که می خوردی، ما بابا پیر کار کشتیم از روز ازل همچون خوردیم، ای گل تو دوش داغ تو دوش داغ سبوهی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. مرسی نجمه. و این ببینه این لعل شدن، لعل شدن دست، لعل شدن صورت، اینها یه ارتباطی با میخوارگی داره. همه دست لعل، یعنی دستا قرمز شده بود از می لعل فام، غریونده چنگ و درخشنده جام، چنگ ها داشتن ناله میکردن. ببخشید حالا این معنیش
معنیش این نیست که ریخته بود رو دستشون مثلا پر بود. حالا ریخته بود رو دستشون یا انعکاس نور پیاله جام بلورین اگر باشه، شما همین جام هم بگیری تو دستت، دستت لد، نوشیدنش هم باعث قرمز شدن میشه، همه اینها میشه. در مورد ریختن رو دستم باز دوباره میشه که از شاهدای حافظ رو آورد، اونجایی که میگه به می سجاده رنگین کن. یعنی چی به می سجاده رنگین کن؟ یعنی بریز رو سجاده. یعنی اینکه مست کنترل نداره و می رو از دستش شلوپی میخوره دیگه، خلاصه نمی به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. یعنی اگر پیر مغان هم بگیرم به معنی شراب نگاه، میگه وقتی شراب بهت میگه مست بشو بریز روی سجاده هم اشکال نداره. بله اونم میشه. یعنی این فکر وجود داره که از شراب میریزه یه چیزی و رنگین میکنه. چون این تابر آمد سه روز و سه شب، همی بود شادان و خندان دولب. به روز چهارم گرفتند ساز، چو آمد چنگام رفتند فراز. بفرمود رستم که بندند بار، سوی شهر ایران بسیچند کار. تازه آلو بدبخت اونجا تو قول زنجیره، اینا تازه بعد از سه روز عرقاشون خوردن تصمیم گرفتن برن سوی شهر ایران. توران هم نه، فعلا برن ببینن که خسرو چی میگه. مثل همون جریان آتش نشانی بوشهر که هفته پیش میگفته که شبم بگن ماشین آب کنن من الان میام. بفرمود رستم که بندند بار، سوی شهر ایران بسیچند کار. سواران گردن کش از کشورش، همه راه را ساخته بر درش. بیامد به رخش اندر آورد پای، دو تا صف درویه درویه سپاه ایستاده بودن، یه راهی درست کرده بودن که اینها میخوان برن. بیامد به رخشندر آورد پای، کمر بسته پوشیده رومی قبای. به زین اندر افکند گرز نیا، یعنی گرز سام رو، پر از جنگ سر دل پر از کیمیا. کیمیا یعنی چاره تدبیر. به گردون برافراخته گوش رخش، گوشای رخش هم اینجوری رفته بود به هوا و این شخصیت رخش هم اینجا باز مهمه. ز خورشید برتر سر تاج بخش، و سر رستم رسیده بود به آسمون، از خورشید عبور کرده بود. خود و گیو با زاوری صد سوار، ز لشکر گزید از در کارزار. انتخاب کرد لایق جنگ، کار از در یعنی لایق، که نابردنی بود برگاشتند. که یعنی هر کس، که نابردنی بود هر کس که نمیشد ببریش، هر کس که عرضه نداشت یا هر کس که لازم نبود ببریمش، برگاشتن یعنی برگرداندن. برگاشتن در واقع متعدی برگشتنه. برگشتن در مورد خدا آدم اتفاق میفته، برگاشتن در مورد دیگری اتفاق میفته. خب من وقتی خودم برمیگردم میگم برگشتم، وقتی یکی رو برمیگردونم میگم برگاشتم، او را برگاشتم. میگه که نابردنی بود هر کس که قرار نبود بیاد برگاشتن، گفتن برو. به زال و فرامرز بگذاشتن، گفتن شما برن پلوی زال و فرامرز، ما نفراتمون اینا هستن. سوی شهر ایران نهادند روی، همه راه پویان و دل کینجوی. چو رستم به نزدیک ایران رسید، سر کاخ کیخسرو آمد پدید. یکی باد نوشین درود سپهر، به رستم رسانید شادان به مه. واقعا من این حالت رو دیده بودم. ما از راه راور میرفتیم مشهد، خیلی هم راه بدیه، خیلی راه بدیه. یعنی کسانی که رفتن مخصوصا قدیما با اون توبوسا با اون وضعیت، بسیار از تو کویر رد میشه، بعد آدم ها خاک میومد تو ماشینات، آدم ها تشنه بودن، بعد اتو از دور حرم چیز معلوم میشد، امام رضا که دیده میشد از دور، از فاصله ای که داشت دیده میشد، یک ماشینا وای میستن، میگفتن چی؟ یه چیزی نما، خب نما، چی نما؟ گنبد نما. راننده اصلا میومد گنبد نما میگره، میگفت که پول، آدم ها پول میدادن به راننده که حالا گنبد دیدن. خب و آدم ها اغلب خاطرشون رو وقتی از این لحظه تعریف میکردن،
اغلب اون لحظه لحظه بود که هوای خوبی بود، میگن ما رسیدیم به مثلا هر اینقدر کیلومتری حرم، یه هوای خوبی بود، یه بادی می اومد، یه ها مثلا داستان عوض، یعنی یه ها تصویری که از اون سنانه نگاه کنه، رستم از دور اومده کاخ کیخسرو رو دیده، میگه یکی باد نوشین درود سپه، آسمان شروع کرد به رستم سلام کردن، چجوری یه بادی اومد، یه بادی اومد خورد به رستم، انگار آسمان داشت به رستم سلام میکرد. حالا رستم داره کاخ کیخسرو رو میبینه، چه ربطی به سپهر داره؟ یکی باد نوشین درود سپهر، به رستم رسانید شادان به مهر، آسمان به رستم سلام کرد، برای رستم آمد پسانگاه گیف، که رفتم به دیران من از پیش نیف، بدین مژده و آگه کنم شاه را، و من برم جلو جلو به شاه بگم که تو اومدی، بدین مژده و آگه کنم شاه را، که پیمود رخش تهم راه را، گفت تو نرو عجب سب کن، من برم به شاه بگم که تو اومدی، چون نزدیک کیخسرو آمد فراز، ستودش فراوان و بردش نماز، پس از گیو گودرز پرسید شاه، که رستم کجا ماند و چون بود را، گفت رستم خوب گیو بوده بوده، حالا رفته بود بگه که رستم اومده، شاه اولین چیزی که پرسید نگو خسته نباشی، مثلا گو رستم، گو تو برای چی اومدی بی رستم؟ بدو گفت گیو ای شاه نامدار، براید به بخت تو هر گونه کار، نتابید رستم ز فرمان تو، گفت جوش نزن اومده، دلش بسته دیدم به پیمان تو، چونان نامه شاه دادم به دوی، بمالید بر نامه بر چشم و روی، انان با انان منی دون ببست، چونان چون بود مرد خسرو پرست. نگاه کنید به در سخته نمیگه که چهار روز اونجا نشستیم می خوردیم و فلان کردیم و حال کردیم، میگه به مزی که نامه رو گذاشت چشمش، انان بر انان، نگاه کنید چونان بود انان با انان مرد شاه عصبانی بوده احتمالا، رستم حالا بعد چهار روزم اومدن احتمالا دو روزم تو را بودن دیگه، دو هفته گذشته حالا رستم هم نیست، میگه که چنان چون بود مرد خسرو برست، برفتم من از پیش تا نزد شاه، بگویم که آمد تهمتن ز راه، گفت من جلو جلو اومدم که بگم داره میاد، بگی وانگهی گفت رستم کجاست، که پشت بزرگی و تخم وفاست. دوباره ببینن شاه، درست دارم میخونم؟ بر نگشتم که قبل، نه ببینن دوباره داره میپرسه، میگه رستم کو مرد حسابی، تو بدو بدو جلو اومدی چه؟ به گیوان گهی گفت رستم کجاست، که پشت بزرگی و تخم وفاست. نگاه کنه چقدر فردوسی چیز مینویسه، متنش رو نمایشنامه ای مینویسه، یعنی زنده مینویسه این فضا رو. بفرمود گرامیش کردن سزاوار هست، که نیکی نمای است و خسرو پرست، بفرمود خسرو به فرزانگان، به خسرو نژادان و مردانگان، پذیره شدن پیش او با سپاه، که آمد به فرمان خسرو سپاه. برو جمع کنن برین جلوش، داره میاد، همه رو بسیج کرد که برن جلوی رستم. بگفتند گودرز کشواد را، شه نوزران توس و فرهاد را، دو بهره ز لشکر ز گردن کشان، چه از گرزداران و مردم کشان، برای حتی میر غضبا رو گفت برن لباس بپوشن اون جلادا، چون میدونن در شاهنامه سه تا مثال من از لغتنامه پیدا کردم که مردم کش آورده، همشون به معنی میر غضبا، هیچ جا مثبت نیست، مردم کش به معنی جنگجو و دلیر و اینا نیست. ناگهان میخونم براتون، میگه زپرده به گیسو بریدش کشان، گرفتار در دست مردم کشان، این چند منفی لغت، ز نیکی جدا مانده امزین نشان، گرفتار در دست مردم کشان، همی بود گرسی وز بد نشان، ز بیهودگی یار مردم کشان. یعنی معلومه که لغت مردم کش اینجا اشاره به میرغضبا و بخشی از اون دستگاه به اصطلاح اجرای احکام، به تعبیری که امروز تو جمهوری اسلامی میگن، دیدن میگن اجرای احکام، اون بخش اجرای احکام دربار بوده. میگه چه از گرزداران، چه از پهلوانان نژاده و بزرگ، چه مردم کشان، چه اون میرغضبا و اون
جلادا گفت همه برن جلوی رستم، برای این کاووس برخواستن و اون سنت کاووس رو که کاووس رو اینجا رعایت کردن، پذیره شدن را بیاراستن. جهان شد ز گرد سواران بنفش، درخشان سنان و درفشان درفش. چون نزدیک رستم فراز آمدند، پیاده به رسم نماز آمدند. از اسب اندر آمد جهان پهلوان، کجا پهلوانان به پیشش نوان. نوان یعنی کرنش کنن. میگه که اونا که اومدن و به حالت خازانه جلوی رستم پیاده شدن، رستم هم پیاده شد. بپرسید مر هر یکی راز شاه. حالا اونا هم نگاه، رستم هم نگاه، احوالی از اینا نمیپرسه، نمیگه نوذر جون چطوری، حالت چطوره، میگه شاه چطوره، که خسرو حالش خوبه. بپرسید مر هر یکی راز شاه، ز گردند خورشید و ز بخش ما. ز گردند خورشید و ز بخش ما هم باز دوباره مربوط به شاه، یعنی اینکه آیا خورشید بر وفق مراد او میگرده، آیا بخشش ما بر وفق مراد او هست. نشستند گردان و رستم بر اسب، به کردار رخشنده آذرخوش اسب. همه مثل یک آتش گرانی، مثل یک آتش فروزانی نشستند بر اسب و حرکت کردند به سمت کیخسرو. وقت داریم دریان؟ چو آمد بر شاه کهتر نواز، نوان پیش او رفت و بردش نماز. ستایش کنان پیش خسرو دوی، که مهر و ستایش مرو را سزید. برآورد سر آفرین کرد و گفت، مبادا به جز نیک و خوبیت جفت. که هرگز که هرمز دهادت به دین، به دین پایگاه، و بهمن نگهبان فرخ کلاه. رستم نکنه حالا چجوری شاه رو ستایش میکنه، میگه هرمز، یعنی روز اول ماه، که هرمز دهادت بدین پایگاه، و بهمن نگهبان فرخ کلاه. بهمن یعنی روز دوم، روز دوم هر ماه شمسی. میگه دینت رو از هرمز بگیری، دینت رو هرمز بزرگ نگه داره، پاک نگه داره، یعنی آیین تو رو آیین درستی نگه داره، و بهمن نگهبان کلاه فرخ تو باش. امشاسپند هم هستن حالا اینها، یعنی هرمز که خدا هست، اهورامزدا، ولی بهمن امشاسپنده، و بعد از اینم اینا همه امشاسپندن، ولی این منظورش اینجا اول و دوم و سوم و چهارم و اینها هست. نه یعنی دین، که هرمز دهادت به دین پایگاه. خب چی بده به نه ببینن، دهادت چیز به اصطلاح دعاییه، صیغه دعاییه، یعنی بدهد تو را. مثلا ما تنها صیغه دعایی که امروزه به کار میبریم باد و مباد هست، تو زنده باد و مرده باد، خب دیگه به کار نمیبریم امروزه، ولی در قدیم خیلی به کار میبردن. دهاد، برساد، مرساد، اینا به کار میرفت. ببینن میگه که هرمز به تو بدهد، انشاءالله دعاییه، بدهد به دین پایگاه، به پایگاهی در دین. نه هدفم این نیست شما اینه بگن، دقت بکنن به این موضوع که من میگم. نها کنن بیان فرض کنیم اونجوری که به دین یعنی به این بود. اگر به این بود، اولا یه نکته‌ای که میشه، نه اجازه بدم بگم که چرا درست نیست حرف تو. اولا نکته‌ای که شاهرخ میگه تو نکته مهم، اگر بدین بود نوشته میشد بدین، هی دیگه نداشت. منتها حالا ما بگیم نوشته رو ما لحاظ نمی‌کنیم، چون ما رسم الخط که نمی‌دونیم چی بوده تو متن. بدین رو بیام بگیریم به معنی به این. اگر باشه ناکنه میگه که هرمز ان شاء الله به تو بدین پایگاه چی؟ بدین پایگاه چی؟ خب میده که میده از کجا آورده؟ نه دهاد یعنی ان شاء الله بده به تو.
خب میشه این پایگاه دیگه. بهش چه کار است؟ در اون صورت اینجوری باید میبود که هرمز دهادت این پایگاه دیگه. بهش اون وقت چه کار است اینجا؟ میفهمه؟ به اگر فعل ماضی بود، اگر فعل ماضی بود من حرف شما قبول میکردم. اگر فعل بود مثلا داده است، اگر داده است بود حرف شما درست بود. اینجوری بود که هرمز داده است بدین پایگاه، که هرمز تو را داده است بدین پایگاه، یعنی داده است، قبلا داده است. ولی این دعاییه، یعنی در آینده بدهد. در آینده چی به تو بده؟ پایگاه بده. پایگاه در چی بده؟ پایگاه در دین بده. به فعل جمله توجه بکنه. فعل پایگاه در آینده، این پایگاه که هست دیگه، در آینده دیگه هم نمیده. در جدا سر هم نوشتنش هم می نوشتن. بله بله، آیه روشنفسار هم همین گفتن. بله که اونجوری اگر بود به میچسبید به دین. بله که هرمز دهادت به دین پایگاه، دینت رو هرمز هندل بکنه. و بهمن نگهبان فر، خوب آدم شاهنامه رو اینجوری هم معنی کنه، هندل بکنه مثلا. و بهمن نگهبان فرخ کلاه، و بهمن هم پادشاهی تو رو هندل بکنه. همه ساله اردیبهشت هجیر، روز سوم، هجیر هم به معنی پسندیده، اردیبهشت پسندیده، نگهبان شده بر هوش و رای پیر، هوش و رای تو هم دست اردی بهش باشه. و شهریورت باد، شهریور یعنی روز چهارم، و شهریورت باد پیروزگر، به نام بزرگی و فرخ هنر. همه اینا نام امشاسپندان هم هستن، اون معنی هم درش مستقره. سپندارمز یعنی روز پنجم، سپندارمز پاسبان تو باد، خرد جای روشن روان تو باد، ز خرداد باش از بر و بوم شاد، خرداد یعنی روز ششم، تن چار پایانت مرداد باد، مرداد یعنی روز هفتم. که در واقع این اگر امروز فردوسی بود، فردوسی امروز زندگی میکرد، میگفت تن چار پایت امرداد باد، یعنی امرداد به معنی زنده. خب مرداد همین به معنی زنده است، یعنی مرداد در واقع به معنی نه نامیرا هست، نه به معنی میرا. دی و اورمزدت خجسته بواد، ببینه این بواد هم دوباره فعل دعاییه، یعنی در آینده. دی و دی یعنی روز هشتم، اورمزدم دوباره همون روز اول هست، همون هرمز، اورمزد همون هرمز. دی و اورمزدت خجسته بواد، در هر بدی بر تو بسته بواد، تو را باد فرخندش فرخنده تر شب و روز، تو شادان و تاج تو گیتی فروز. چون این آفرین کرد، خسرو به پای بپرسید و دادش بر خویش جای. به پای بپرسید، به پای بپرسید یعنی بلند شد حال اول کردش، دادش بر خویش جای، گفت بیا بشین کنار کنم. بدو گفت خسرو درست آمدی، که از جان تو دور، که از جان تو دور بادا بدی، توی پهلوان کیان جهان، نهان آشکار آشکارت نهان. این نهان آشکار آشکارت نهان واقعا یه معنی میده، یعنی هرچی بلبت هست همون تو دلته، هرچی تو دلته همون بلبت، و فقط جنبه تأکیدی داره. نهان آشکار آشکارت نهان، گزین کیانی و پشت سپاه، نگهدار ایران و لشکر پناه. راست میگن شما آیه رضوی که این بعضی جاها اصرار داره فتحه کیان رو بذاره، بعضی جاها هم نمیذاره. این در واقع احتمالاً یه معنیش، آخه میدونین یه معنی کیان یعنی به حساب دیدن، مثلا میگن کیان نظام مقدس یعنی چی؟ یعنی اون عظمت و شکوه و اون قدرت و اینها. یه جایی واقعا منظورش کیها هستن، به معنی پادشاهان هستن، این جمعه. این تو اون موارد فتحه میذاره که ما اشتباه نکنیم، بفهمیم که اینجا منظور کیها هستن، یعنی پادشاهان بزرگ. این هم حالا نکته است. گزین کیانی و پشت سپاه،
نگهدار ایران و لشکرپناه، مرا شاد کردی به دیدار خیش، بدین پرهنر جان بیدار خیش. زواره فرامرز و دستان سام درستند و زیشان چه داری پیام؟ گفت راستی شاه، گفت راستی زواره حالش خوبه؟ فرامرز چطوره؟ پسرت چطوره؟ اینو شام داره اول بچه های این برادرش میپرسه. فرو بود رستم به بوسید تخت. رستم هم خیلی متواضع بود و خیلی اصطلاح حالا خفص جناح را امروز در مورد خودم با کار بودم. خفص یعنی همین فرو بودن، جناح یعنی بال. میگن بعضی از پرنده ها هستن سرشون میکنن زیر بالش بیدن، بعضی پرنده ها هستن که نه، مثلا مثل عقاب. عقاب خفص جناح نداره، همشون کلش بالا هست، ولی بعضی از پرنده ها کلشون میکنن زیر بالش، میگن خفص جناح داره، یعنی فروه، همین فرویی که ای داره میگه، فروتنی. آره میگه که فرو بود رستم ببوسید تخت، که ای نام ور شاه پیروز بخت، به وقت تو هر سه درستند و شاه. شرمنده میکنه آقا احوال پسر ما، پسر ما داخل آدم شما احوالش میپرسن. به وقت تو هر سه درستند و شاه، انوشه کسی کش کند شاه یاد. همین که تو یادش میکنی خوب، انوشه نامی را همین که الان تو احوالش میپرسی یعنی خوب. به سالار نوبت بفرمود شاه، که گودرز و توس و گوان را بخواه، یا گوان را بخواه. در باغ بکشاد سالار باغ، حالا دوباره ایجو هم بشنن می بخورن بیژن بدبخ اونجا. در باغ بکشاد سالار بار، نشستن گهی ساخت شاه بار. بفرمود تا تاج زرین و تخت، نهادن زیر گلفشان درخت. همه دیوه خسروانی به باغ بگسترد و شد گلستان چون چراغ. گلستان تبدیل به یه فضای نورانی شد. درختی زدند از بر گاه شاه، یعنی یه درخت مصنوعی اومدن نصب کردن اونجایی که شاه قرار بود بشینه. درختی زدند از بر گاه شاه، کجا سایه گسترد بر تاج و گاه. تنش تن آن درخت، تنش سیم و شاخش ز یاقوت و زر، بر او گونگون شاخهای گوهر. عقیق و زمرد همه برگ و بار، فرو هشته از شاه چون گوشوار. من دیدم امروز بسیاری از خانوما و بعضی آقایون، بیشتر خانوما کمتر آقایون، یه درختایی دارن که بهش جواهر آویزون کنن. یه درختچه هایی هست که اینا رو میز توالت ها دیدن هست. این واقعا در سنت های چیزی بوده، در سنت های مثلا با شکوه سلطنتی، درخت هایی از یاقوت و زمرد و نمیدونم همه بار زرین، همه بار زرین ترنج و ترنج و بهی، میان ترنج و بهی را تهی. من لغتنامه نگاه کردم، باز دوباره اینم از همون موارد هست. توهی، تهی و تهی هر سه تا سبج، یعنی تو لغتنامه به یه معنی ها هم توهی داریم هم تهی داریم هم تهی. اینم باز دوباره یکی از اون مثال هاییست که این اعراب اول اصلا انگار اهمیت نداره، ما ا بذاریم یا او بذاریم یا ای بذاریم. همه بار زرین، همه بار زرین، همه بار یعنی همه میوه، میوه های این درخت طلایی بود. ترنج و بهی و ترنج های طلایی و گلابی های طلایی، میان ترنج و بهی را تهی، وسط این ترنج ها خالی بودن. بدویندرون مشک سوده به می، همه سفته پیکرش برسان نی. ببینن یک درختی بود که میوه هاش در واقع جام بودن و حتی این استرا هم داشتن. آفرین. بدویندرون مشک سوده به می، یعنی این قبل از مکدونالد این در فرهنگ ما آفرین بوده. همه سفته پیکرش بر سان نی، خود این درخت نی بود در واقع، کرا شاه بر گاه بنشاندی، بر او باد از آن مش بفشاندی. هرچی شاه اینو می نشوند یه جایی، این بادی که می اومد می خود به این درخت و بوی می و بوی مشک از این می اومد به مشام آدم ها می خود. همه می گساران به پیش اندر آ،
همه بر سران افسر از گوهرا، ز دیبای زربفت زربفت چینی قبای، همه پیش گاه سپه بود سپه بد به پا. ناکنه وقتی که مثلا میرن اینا پلو رستم و اونجا یه مجلس می هست، خب مجلس می رستم رو وصف کرده دیگه، نه؟ خب دوباره بعدش از اونجا بلند میشه میاد پیش که خسرو، دوباره یه مجلس می هست. آدم با خودش میگه حالا فردوسی الان این دفعه میخواد چه کار کنه؟ الان مجلس می وصف کرده، الان دیگه چه کار کنه دیگه؟ همونا رو که نمیتونه تکرار کنه، بیمزه میشه. آدم میبینی کم نمیاد، یک چیز دیگه یه چیز دیگه میآفرینه که الان من مطمئنم الان بلند شه بره یه جای دیگه ای، اونجا مجلس می کاملا اون مجلس متفاوت هست و دوباره یه ابداعی میکنه از توصیف که این زیبایی ها هیچ وقت تمامی ناپذیرن. همه رخ چو دیبای رومی به رنگ، فروزنده عود و خروشنده چنگ، همه دل پر از شادی و می به دست، رخان ارغوانی و نابوده مست. اینش مهمه، بی می دیده میگن فلانی بی می مست و بی شراب شوریده. میگه این مجلس اینقدر خوشگل بود، آدما که میومدن چهرهشون آلردی صبوحی زده. چی گفتی نجمه؟ ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای بودن، یعنی هنون می نخورده، لپاشون ارغوانی بود، رخان ارغوانی و نابود مست. همین مجلسش آدم مست میکرد. بفرمود تا رستم آمد به تخت، نشست از بر گاه زیر درخت. به رستم چون این گفت پس شهریار، که ای نیک پیونده بهروزگار. آها کجا بودی تا حالا؟ زهر بد توی پیش ایران سپر، همیشه چو سیمرغ گسترده پر، چه در شهر ایران چه پیش کیان، همه بر در رنج بندی میان. گفت تو که اصلا ساختنت برای اینکه مشکلات را حل کنی، بکندی دل دیو مازندران، به فر کیان و به گرز گران، شناسی تو کردار گودرزیان، بر آسانی و رنج و سود و زیان. گفت میدونی که اینا چقدر خوبن، تو آسونی خوبن، تو رنج خوبن، فقط موقع خوشی خوب نیستن، تو آسونی خوبن، تو رنج هم خوبن. میان بسته دارند پیشم به پای، همیشه به نیکی مرا رهنمای، به تنها تن گیو از انجمن، زهر بد سپر بود بر پیش من. همین یه دونه گیو از بین این خاندان برای من بس بود که من رو سپر بلا شد و از مشکلات عبور داد. چون این غم بدین دوده نامد به نیز، هیچ وقت چون این غمی اینها نداشتن. غم از درد فرزند برتر، چه چی؟ از درد فرزند غمی بالاتر. و اون لحظه که رستم سهراب رو کشته، واقعا خواندن اون تیکا خیلی سخته، قبل از اینم هست البته و تو شاهنامه قبل از داستان بیژن هست، و اونجا واقعا این رنج کشته شدن فرزند را آدم میتونه حس کنه. بدین کار اگر تو نبندی میان، نیاید پذیر هزبر جیان. و اگر تو حلش نکنی، شیر حاضر نیست بیاد و داوطلب بشه. کنون چاره کار بیژن بجوی، که او راز توران برآمد برود، بد آمد برود، از اسب و سلیح و ز مردان و گنج. ببر هر چه باید، مداریچ مدارین به رنج. و این کارم نمیخوام تو با سختی انجام بدی، نه، هر چی میخوای بردار ببر. چون رستم ز کیخسرو ایدون شنود، زمین را ببوسید و برجست زود. بر او آفرین کرد که نیک نام، چو خورشید هر جای گسترده کام. ز تو دور باد آز و خشم و نیاز، دل بد سگالت به گرم و گداز. گرم و گداز یعنی تب. توی بر کیان شاه و سالار کی، کیان جهانی جهان مرترا خاک پی. خب تو که حالا داره تعارف میکنه با شاه که جوابش بده، که بذاریم ببینیم حالا هفته آینده چه میکنه. و همینا فقط بگم که تدبیری میاندیشه رستم برای این کار، یه تدبیر عجیبی می اندیشه برای این کار که هفته آینده. خیلی